پای روزخانی شما هم دستمالاتون رو در بیارید، پای روزخانی رئیس جمهور اسلامی و ندوه وزاری هیئت دولت بنشینیم. خداوند به ملت بزرگ ما که هر سال عزای امام حسین رو پاس می‌داره، قدردانی می‌کنه از فرهنگ عاشورا، حادثه عاشورا بیش از پیش موفق بداره، مخصوصا جوانهای عزیز ما، بانوان عزیز ما در سراسر کشور، خدا همه اونها رو معجور بداره و ملت عزیز و شریف ما، و انشاءالله همه ما در پناه ابی عبدالله حسین بتونیم انجام وظیفه بکنیم و راه اون عزیزان و اون شهیدان رو انشاءالله ادامه بدیم. وقتی هم که امام حسین بالا سر قمر بنی هاشم آمد، گفت الیوم نامت اعین بکلم تنم و تسهدت اخرا فعظم نامها. گفت عباسم اون چشمایی که دیشب از ترس تو خواب نداشتن، امشب دیگه خواب راحتی خواهند داشت. اون چشمهایی که در پناه تو استراحت کردن، امشب دیگه براشون خواب راحتی نخواهد بود. و شکنجگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم، ستار میخندید و من او را میزدم، آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت، در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف میکند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. الله، آیا تا کنون پرونده ای با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمیفهمند مادر یعنی چه، آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه می شود. از همین چند جمله من چی برمیاد؟ من از همه شما دوستان سوال می کنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ در حالی که در همین متن مقدس قرآن اشاره شده که اگر کسی به ناحق کشته شود، گویی جامعه بشری کشته شده است. آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشی است؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردن؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار میگرید و ستار ستار میگوید؟ چرا هیچ ناهیه از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهی از منکر، منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه، دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار
آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قتل ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یک از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارند، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم، چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ برادران و خواهران، حسین این روزها برای معروفی بزرگ قصد کربلا کرده. حسین آمر به معروفی است که علیه حکومت شوریده. آن حکومت، حکومت ظالمانه است. حسین امر به معروف و نهی از منکر را علیه حکومت به کار گرفت، نه برای آل و خانواده و ملت خود. منکر در این جامعه بسیار است، ما هم میدانیم، اما هیچ کدام از این منکرها به سرانجامی که باید ملت علیه آنها قضاوت کنند، دادگاه ها علیه آن قضاوت کنند، مسئولین آن را در دستور کار خود قرار بدهند، ما شاهد نیستیم. امروز دومین سالگرده کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچو خون حسین، همچو خون سیاوش، که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم، و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم، و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. خیلی ممنون. سردار فربه سپاه رو به من نشون بدید که دزدی نکرده باشه، از دیوار این سرزمین بالا نرفته باشه. من خودم در پستوهای اطلاعات دست اطلاعاتی ها رو دیدم که در بدن زنهای ما چرخش بیکرد. من نیومدم اینجا که این حرفا رو بزنم. ما برای ستار اینجا جمع شدیم که پرچم ماست، به توی اطلاعاتی بدانید که ما از این که در لیست فتنه‌گران تو هستیم غرور می‌ورزیم، برای این که آدم نکشتیم، فریب ندادیم، از دیوار کسی بالا نرفتیم. تریلی های هروئین رو از سیستان و بلوچستان توسط شما به مرزهای شرقی هدایت نکردیم. زن و بچه مردم رو در پستوهای اطلاعات به فلاکت بکشوندیم، به زور از اونها اعتراف های هرزگی بیرون نکشیدیم. این داغ ننگیز بر پیشانی همه شما که بر چهره زنهای ما اسید می پاشند و هیچ رگ غیرت شما نمی جنبه. شما غرور می ورزید که ریگی رو تو آسمان رو بودید. این اسید پاشان اگر نسبتی با این اسید پاشان ندارید، خودی نشون بدید. من مرده، این مردم، شما زنده. اگر این اسید پاشان گرفتار شدند و اعدام شدند، من خاموشی میگیرم. مگر اینکه یکی از این اعدامی ها رو بگیرن به زور، از او اعتراف بگیرن، مثل زاربین
دانشمندان هسته‌ای که خودشون زدن برخی ها رو پشتن و یکی رو اعترافوندن به اسم ضارب دانشمند هسته‌ای و بعد اعدامش کردن. برای چی؟ برای اینکه آقای جلیلی در صحبتاش با اشتون مظلوم نمایی کنه، بگه دانشمندای ما رو زدن پشتن. ستار بهشتی نه توسط آگاهی، نه توسط پلیس فتا، بلکه توسط حاکمیتی کشته شد به قاتلش آزاد گذاشته. ما چگونه مسلمان بودن شما رو باور کنیم وقتی که قاتل یک مأمور امنیتی مثل سربندی رو، این دختری که قرار بوده به اون ظلم میشه و او از خودش دفاع کرده، سردر اعدامش میکنیم، اما قاتل این مرد رو به 3 سال زندان محکوم میکنیم. دوست اطلاعاتی من بشنو، این سرزمین سرزمین راستی است، گرچه غارت شده، گرچه داره غارت میشه، اما ما بنا داریم با ایستادگی، با اصرار بر درستی، با اصرار بر پاکی و پاکمردی، با زنان رشید خودمون، با جوانان و مردان رشید خودمون، بدون اینکه با شما درگیر، بدون اینکه مثل شما دست به اسلحه و چاقو و قمه ببریم، با خردمندی با شما ستیز میکنیم و تقاص این خونها رو از گلوی هر آن کسی که باعث و بانی این فلاکت بزرگه بیرون خواهیم کشید. ما رجز نمیخوانیم، ما شعار نمیدیم، ما آگاهی رو میگسترانیم. ما فردا دست به قمه و اسلحه نمیبریم، این در تخصص شماست. لذت ببرید از این که آدم میکشید، لذت ببرید بر این که مظلومان ما رو در زندان به تنگنا در میاندازید. همسر این بانوی خوب ما بی دلیل تنهای تنها در یک سلول سالهاست نگهداری میشه. برای چه؟ اگر مردی، اگر شهامت دارید، بیستید یک دادگاه عادلانه تشکیل بدید. چرا در این همه سال یک دادگاه عادلانه در این مملکت تشکیل نشده؟ چرا یک بار فرصت دفاع به یک متهم داده نشده؟ این همه شعار اسلامی، این همه هیاهوی اسلامی، این همه لباس پیامبر و علی، این بود نتیجهش که این سرزمین تا خرخره در پلیدی و زشتی و بدکاری و بدکاری و عقب ماندگی دست و پا بزنه. دوست اطلاعاتی من، به سرزمینی نگاه کن که میتوانست با میلیارد میلیارد پولی که شماها به سوریه فرستادید، شماها به فلسطین فرستادید، شماها به لبنان فرستادید، دختران تن فروش نداشته باشید. از لباس پیامبر و علی قرار بود ادب تراوش کنه، انصاف برکشیده بشه، ولی ما تام خودمان آمدیم، با خلخالی هایی روبرو شدیم که کشتند بدون این که دادگاهی تشکیل بدن. با روح الله حسینیان مواجه شدیم، با پور محمدی ها، با شیخ علی فلاحیان که کشتند بدون این که به دستگاهی پاسخگو باشد. چرا رهبر ما به ازای این همه مسئولیت در قبال یکی از اونها پاسخگو نیست؟ چرا رهبر ما یک مصاحبه رسمی با یک خبرنگار نداشته تا به حال؟ مگر کم مسئولیت داره ایشون؟ آیا مسئول خون این جوان رهبر نیست؟ چرا پاسخ کنید؟ دوست اطلاعاتی من بشنو، مسئول یعنی کسی که به ازای مسئولیتش مورد سؤال واقع میشه. ولی یک مسئول به من نشون بدید که در این 36 سال به ازای مسئولیتاش مورد سوال واقع شده باشه. دوست اطلاعاتی من بشنو، این جوان به خاطر بچه های تو زیر خاک،
این جوان به خاطر نوه‌های تو زیر خاک. تو خودت الان داغ جهالت، تو الان خودت داغ دورانی هستی که گرمای حقوق ماهیانه و نسبتهایی که حالا با عقلانیت خودت برقرار کردی متوجه این نیستی که این جوان برای این هزینه شد که فردا بچه های تو بیدلیل کشته نشن و اگر کشته شدن دستگاهی باید پاسخگو باشه. دوست اطلاعاتی من بشنو، این مزار مزار مردی است که مادری داشته، خواهری داشته، ادبی داشته، آرزوهایی داشته و ما همه این آرزوها رو به خاک بردیم برای اینکه اقتدار خودمون رو حفظ کنیم. این اقتدار بیرون از مرزهای ما به خاک مالیده شده، ما رو ذلیل کردید، شما با جریان هسته ای ما رو به خاک انداخت، میلیاردها پول ما رو خرج کردید که بمب اتم بسازید، تمام پولها رو روسیه بالا کشید و خودش در پنج به اضافه یک خفیفتون کرد، به خاکتون که انداخت. حالا به منت میکشید که چگونه سر بر بیایید، در بیرون از مرزها خاک شدید ولی آمدید در داخل مثل یک پهلوانی که بیرون سیلی خورده میاد زن و بچهش رو زیر چک و لغت میگیره با مردم ظلم میکنی، اسید میپاشی، طرح عفاف و حجاب میدید و به آمران و لاهیان امنیت خاطر میدید. این حجابی که شما این همه براش سرمایه گذاری کردید و راه به جایی نبرده یک امر درونی بانوان ماست. اگر بخواهن میپذیرن و اگر نخواهن نه. شما نمیتونید با بخشنامه یک زن رو با حجاب کنید، این به خود بانوان ما مربوطه که با اشتیاق بپذیرن یا نپذیرن. هر آخوندی، هر مسئولی، هر کنت به دستی اگر بخواد تحکم کنه برای با حجاب شدن بانوان ما، همون جفایی رو مرتکب شده که رضا خان در برداشتن چادرها مرتکب شده. این جوان به این دلیل کشته شد که میفهمید و ما به این دلیل کشته خواهیم شد که میفهمید و اطمینان داریم کشندگان ما نمیفهمند، اما آینده از آن فهیمان است، آینده از آن خردمندان است، اگرچه ما نباشیم. Thank you.